سرخط خبرها. تبریز فلک فهمیده. ادامه فضای امنیتی در ایران. آیت الله خامنه ای میگوید دشمن را عقب رانده است. ما در عرصه جنگ نظامی دشمن را عقب زدیم، در عرصه جنگ سیاسی دشمن را عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن را عقب زدیم. همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود. حسن روحانی هم صدا با رهبر ایران میگوید مردم بر اغتشاشگران پیروز شدند. معلوم شد دشمنان ما در طول این دو سال و سالهای قبل که برنامه ریزی کرده بودند برای آشوب طلبان چقدر سربازشون کم بوده. و حمله هوایی به دمشق. اسرائیل میگوید مواضع نیروهای قدس و سوری را هدف گرفته. یک رسانه دولتی سوریه میگوید دو غیر نظامی کشته شدند. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. رهبر ایران میگوید نیروهای امنیتی توانستند در مقابله با معترضان در روزهای اخیر پیروز شوند. این در حالی است که مقام‌های ایران همچنان ارتباط ایران را با جهان خارج برای سرپوش گذاشتن برای نارامی‌ها قطع کردند. اینترنت برای چهارمین روز همچنان قطع است. اگرچه مقام‌ها می‌گویند اگر شرایط آرام بماند اینترنت را به زودی وصل می‌کنند. عفو بین‌الملل دیروز گزارش داد که در این نارامی‌ها طی 6 روز گذشته بیش از 100 نفر کشته شدند و صدها نفر مجروح. همزمان سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ گفته این آمار ساختگی است و بی اساس است و گفته دولت به حق اعتراض مسالمت آمیز پایبند است. کسرا ناجی و تازه ترین تحولات. تیراندازی های نیروهای امنیتی به طرف تظاهر کنندگان در روزهای اخیر ده ها کشته به جا گذاشت. دست کم 106 نفر به گفته عفو بین الملل. با اسلحه پشت درخت وایساده داره مردم رو میزنه. اما رهبر ایران امروز این را پیروزی دیگری برای خود و حکومتش دانست. همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، ما در عرصه جنگ نظامی دشمن رو عقب زدیم، در جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود، کار امنیتی بود. عقب زده شدن در عرصه های مختلف، دشمن رو عقب زدیم. به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن رو به طور قاطع عقب خواهیم زد. پیروزی تو خالی که گویای شکست سیاست‌های اوست که کشور را به انزوا و فقر کشیده و ورطه جنگ و بسیاری را در کشور مستأصل کرده. سیاست‌هایی که حالا رئیس جمهوری هم خود را در آن سهیم کرده است. این بار هم در اغتشاشات که نقشه دشمن برای ناامنی بود، مردم در این صحنه کاملا پیروز شدن. معلوم شد دشمنان ما در طول این دو سال و سالهای قبل که برنامه ریزی کرده بودند برای آشوب طلبان چقدر سربازشون کم بوده و گرچه آدمهای شروری رو برای این کار انتخاب کردند، خسارتهایی رو به مردم زدند، به زندگی مردم، به جان مردم، حتی به نوجوانها هم اینا رحم نکردند، با سلاح گرم و سلاح سرد به بچه ها هم حمله کردند، به مغازه های مردم، به خونه های مردم، به داروخونه، به مرکز پزشکی، به جاهایی که خدمات رسان بودند به مردم. این نشون میده که این جمع کوچک ضد کشور، علیه وطنشون، علیه منافع ملیشون کار کردن. من دیروز که داشتم میمدم دیدم از پایگاه همه تمام وانتا پر سنگ و کلوخ و بنزین و
چوب و اینا کارشو اینه. هم اون موقع هم که زمان موسوی بود اینا این کارو کردن، زدن در و داغون کردن بزنن گردن چهار تا جوون بدبخت، درستی که جوونا همه خودشون بودن با کت شلوارشون، ولی خدا شاهده فقط 5 تاشون مال این مسجد آریو شهره از میدون نور اومده بودن، پایگاه فرهنگیان اینا بودن. در ستارخان در تهران این زن یکی از بسیاری از ناظران نارامی‌های اخیر است که میگوید کسانی که بانک‌ها، مراکز دولتی و درمانی و مذهبی را به آتش کشیدند سازمان داده شدگان حکومت بودند برای ایجاد محملی برای سرکوب و ارعاب. تمام بسیجی بودند، از پایین آمده، من پایگاهشون رو میشناسم و قیافه‌هاشون رو. اما آمریکا هم ظاهرا بیکار ننشسته است. این نماینده آمریکا در امور ایران. رژیم تلاش می‌کند کاری کند ایرانی‌ها نتوانند با هم در ارتباط باشند. برای همین با تعداد شرکت فناوری خصوصی همکاری را شروع کردم و توانستیم ابزارهایی به دست ایرانی‌ها برسانیم. تا وقتی که رژیم می‌کوشد آنها را سانسور کند با هم در ارتباط بمانند. ما همچنین تلاش می‌کنیم شیوه و ابزارهایی را در اختیار ایرانی‌ها بگذاریم که بتوانند با قطع اینترنت از طرف رژیم مقابله کنند. فکر می‌کنم که این کار به عده‌ای کمک خواهد کرد به فرستادن فیلم‌هایشان به بیرون از ایران ادامه بدهند. این در بوشهر ادعای پیروزی رهبر ایران در مقابل اعتراض‌ها که او آن را امنیتی خواند راهی برای اعتراض مسالمت‌آمیز نگذاشت. علی‌رغم ادعای او که اعتراض حق مردم است. عمیق‌تر شدن شکاف بین حکومت و مردم با این شیوه حکومت. کسرانجی بی بی سی. سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استودیو با ماست. آقای برزین، آقای خامنه‌ای یک لغت جدید به قول معروف اختراع کرد، جنگ امنیتی، و افراد رو عملا گفت که اینها کسانی بودن که می‌خواستن جنگ امنیتی راه بندازن و ما پیروز شدیم. واقعا آیا او فکر می‌کنه مردمی که به خیابان‌ها آمدند اینا قصد ایجاد یک جنگ امنیتی داشتن؟ ببینید، در مورد تحولات جاری چند تحلیل متفاوت وجود داره. یه تحلیل براندازی و گذار هست و یکم تحلیل آقای خامنه‌ای، تحلیل جنگ امنیتی که در واقع تعریفش اینه که ما میایم با ابزاری که در اختیار داریم نظم رو برقرار میکنیم، که در عمل به معنای اعمال قدرت بیرحمانه هست در برابر مردمی که اکثرا دست خالی هستن. شاید دقیق نباشه اگر بگیم هیچ نوع خشونتی هم از طرف مردم دنبال نمیشه، ولی به طور کلی اعمال قدرت بیرحمانه توسط ابزار حکومتی، سپاه، بسیج، لباس شخصی ها، و در حالی که کنترل رسانه‌ای رو در دست دارن کاملا و قدرت نمایی کردن در این مسئله، و کنترل خیابانی رو هم در دست دارن به معنای جو. من تحولات 88 رو به خاطر دارم. اینا در حد یک نقشه مهندسی شده برنامه‌های کنترل خیابانی رو به مرحله اجرا درآوردن و توجیه فلسفیشون هم مشخصه. میگن ما در برابر احتمال هرج و مرج و جنگ داخلی امنیت و استبداد رو به شما میدیم. این معامله یه که حکومت با مردم میکنه، میگه یا شما یه جنگ و هرج و مرج رو میخوای یا این شبه استبدادی که ما به شما میدیم و امنیتی که براتون در جامعه ایجاد میکنیم، و طبقه متوسط ایرانی اینو میخره. متوجه هستید؟ این تجربه رو ما در سال 88 داشتیم، در سال 96 داشتیم، در دهه 60 داشتیم، در ناآرامی‌های عراق داشتیم، اخیراً در ناآرامی‌های لبنان داشتیم. و ضعف این نکته اضافه کنم، ضعف این تئوری اینه که حکومت همچنان ناتوان خواهد بود از حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم. ولی گروه بزرگتری هم هستن، یعنی همین مردم که الزاماً نمی‌خوام بین این دو گزینه، یعنی یا هرج و مرج یا استبداد، یکی رو انتخاب بکنن. یعنی چیز یه راه میانه هم باید وجود داشته باشه. ببینید، نظریه سومی که در برابر تئوری به اصطلاح گذار و تئوری جنگ امنیتی آقای
خامنه‌ای احتمالاً مطرح داره میشه، اینی که هیچ کدوم از این تئوری‌ها عملاً در نهایت موفق نخواهند شد. نه گذار موفق خواهد شد، نه جنگ امنیتی آقای خامنه‌ای 100% موفق خواهد شد. چرا؟ به این خاطر که نیروهای سیاسی در ایران قدرت حذف یکدیگر رو ندارن. نه حکومت میتونه اپوزیسیون رو حذف کنه و نه اپوزیسیون قدرت داره حکومت رو حذف کنه. اینها مجبور هستن دفاکتو به صورت غیر رسمی حضور هم رو بپذیرن و اون وقت شرایطی پیش میاد که حکومت مجبوره با یک جامعه‌ای که ملتهب‌تر و فعال‌تر و مستقل‌تر هست برخورد بکنه، سعی بکنه اون رو مدیریت بکنه و در این پروسه مدیریت نوعی خشونت رو هم اعمال می‌کنه. پس اگر ما این تز رو دنبال بکنیم، این تز سوم رو دنبال بکنیم، ما به جایی میرسیم که برمیگردیم دوباره به اون موقعیت که تغییرات تدریجی، تغییرات گام به گامی، تغییرات چکه‌ای و قطره‌ای تنها راهی هست که میتونه تحولات ایران رو پیش ببره. ضعف این تز سوم در اینه که حکومت به سختی تن به اصلاح میده، به سختی تن به تغییر میده و تحول رو به آسانی نمیپذیره. پس عملا هم نشون داده که همونطور که شما گفتین تحول رو نمیپذیره و اصلاح رو به اون راحتی پذیرا نیست. ممنونم از محبتتون آقای برزین. سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی. اما مجتبی نجفی، مدرس ارتباطات در دانشگاه سوربن نوئل از پاریس با ماست. آقای نجفی، تحلیل شما چه است؟ آیا صحبت‌های آقای برزین رو شنیدید؟ فکر می‌کنید تنها دو گزینه وجود داره یا نه؟ من گمانم اینه که به هر صورت روندی که الان حاکمیت طی کرده به نوعی مقاومت در برابر خاص تغییر محدود به امسال هم نمیشه. این از سال‌های 2000 به خصوص ما یه جنبش مدنی در ایران شکل گرفته. این جنبش مدنی حاصل یک سری تغییرات عمیق در عرصه رسانه‌ای هستش، تغییرات در جمعیت ایران، جمعیتی در ایران هست و یک نوع تکثری که خودش رو تلاش میکنه در عرصه عمومی نمایش بده و اینجا ما بحث شناسایی رو داریم. یعنی شهروندانی از طبقات مختلف که به نوعی میخوام بگم ما هستیم و ریشه بعضی از این حرکات هم ناشی از تحقیریه که اونها تحمیل کردن و به نوعی حرکتشون برای تسخیر خیابان که به خصوص از سال 88 در طبقه متوسط و میانی ما شاهد بودیم و در سال 96 و در سال 98 میبینیم که به نوعی به سمت طبقات پایین‌تر هم حرکت میکنه، به نوعی تلاششون برای اینکه خودشون رو نشون بدن و شناسایی کنن به عنوان شهروندی که در عرصه عمومی حق داره. من ذهنیت این جنبش مدنی و دیدگاه اصلیش مبنی بر یک تکثری هست. این تکثر به این معنیه که در عرصه عمومی ما اجتماعی از نیروهای گوناگون از طیف‌های مختلف عقیدتی داریم. اصلا ایران در حال حاضر از هر لحاظ با تکثر تعریف شده. اما ذهنیت آقای خامنه‌ای و دیگر رهبران محافظه‌کار جمهوری اسلامی به نوعی همسانسازی و همگونسازی گرایش داره و اینجا ما در تقابل دو نوع نگاه قدرتمند هستیم. نگاه قدرتمندی که از یک دولت نفتی برمی‌آید و یک نوع محافظه‌کاری نظامی را به خصوص در زمان آقای خامنه‌ای ایجاد کرده که مبتنی بر دخالت هرچه بیشتر نظامیان در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع هست و در کلیه شئون زندگی، و از طرفی مدنی به اعتقاد من تقریبا قدرتمند که سالیان سال شکل گرفته از راه‌های مختلف تلاش کرده که خودش رو تحمیل بکند به حاکمیت، چه از صندوق رأی، چه از خیابان، چه از طریق اعتراض‌های خیابانی و شعار دادن و اینها. ما تقابل این دو نیروی قدرتمند رو در ایران داریم. منم معتقد هستم به هر صورت این نیروی قدرتمند در حال حاضر باید به نوعی همدیگر رو بشناسن. اما در حال حاضر مشکل کجاست؟ مشکل اینه که محافظه‌کاران در ایران حاضر به شناسایی تکثر در ایران نیستن و در نتیجه بین هیئت حاکمه ایران و بخش عمده از مردم ایران یک تقابل گفتمانی، یک تقابلی به وجود اومده که اصولا اینا حرف همدیگر رو نمیفهمن. آقای نجفی ببخشید، با
باید کوتاه نگه داریم مصاحبه رو. به نظر شما وقتی میگید که این تقابل گفتمانی شکل گرفته، عملا اون چه که شاهدش هستیم اینه که این اعتراض ها زود به زود داره اتفاق میفته. آیا باید پیش بینی بکنیم که این تقابل بیشتر میشه؟ 100% من با اطمینان، چون اصلا من در حوزه تخصصیم هست، الان شکل جنبش های اجتماعی و سیاسی با توجه به تحولات رسانه‌ای عوض شده است و این چیزیه که اصولا مقامات محافظه‌کار جمهوری اسلامی نمیخواهند بفهمند، نه اینکه ندانند. شکل در حال حاضر ما جنبش هایی داریم که معترضان خیلی راحت تر همدیگر را پیدا میکنند. از اون نهادهای سنتی ما کاملا فاصله گرفتیم، دیگر احزاب و سندیکاها به عنوان نیروی بسیج کننده نیستن. در این جنبش های اجتماعی طبقات مختلف میتونن درگیر بشن و به نوعی حتی بین طبقات مختلف هم بعدها میتواند ارتباط ایجاد بکند. آنچه را که ما میخواهم بگویم، ویژگی اصلی این جنبش های اجتماعی ارتباط هرچه سریعتر به خاطر جابجایی مکانی است که رخ داده و مسلماً بازه زمانی اعتراض‌های بعدی کوتاه‌تر خواهد کرد. و من به همین خاطره که مطمئن میخوام بگم که جمهوری اسلامی قطعاً با یک مشکل بزرگ به نام جنبش مدنی در ایران که از طبقات مختلف هم تشکیل شده مواجه است. و اگر واقعاً به بقا فکر میکند، باید یک به نوعی با جنبش کنار بیاد. ممنونم ازتون آقای نجفی. مشتاق نجفی، پژوهشگر ارتباطات با ما. اما امید منتظری همکارم اینجاست. امید، صحبت آقای نجفی رو هم شنیدی، کم و بیش ایشون معتقد به یک تقابل گفتمانی. تو زمینه این اعتراضات رو در چی می‌بینی؟ ببین، اگه زمینه اعتراضات رو به صورت آماری خیلی بخوایم بگیم، سال 96 و 97 سال اوج گرفتن اعتراضات اجتماعی تو ایران بود. وزارت کشور وقتی خودش خواست یه جمع‌بندی درباره دی 96 بده، گفتش که تا تو 9 ماه اول سال 96 نزدیک به 5000 تجمع بدون مجوز در ایران داشتیم و سال 96 ما دیدیم که توی دی ماه توی 10 روز اعتراضاتی سراسر ایران رو فرا گرفتش. از اون سال به بعد سال 97 دوباره اعتراضات کمی اوج گرفت. یعنی اتحاد بین المللی حمایت از کارگران که ثبت میکنه آمار اعتراضات کارگری در ایران، گفت 1700 مورد اعتراض داشتیم در سال 97 که 27% رشد داشته به نسبت سال قبل که خودش بیشترین تعداد اعتراضای کارگری رو داشت و رکورد زده بود توی 39 سال قبلش. و این نشون میده که اعتراضات در ایران یک سیر فزاینده و روبه رشد داشته و این سیر روبه رشد الگوی اعتراض خودش رو تغییر داده بود. سال 94-95 با اینکه اعتراضات، یعنی نارضایتی زیاد بودش، اما شکایات ثبت می‌کردن در وزارت کار و نزدیک به 1,000,000 شکایت ثبت شده بود بین سال 94-95. دولت از سال 97 و کل حکومت تلاش کردش که اصلاحاتی انجام بده. اون پروژه مبارزه با فساد رو شروع کردن. در عین حال یه سری سرکوب اتفاق افتاد، احکام بسیار سنگینی به فعالان اجتماعی سیاسی دادن و این باعث شدش که سعی کنن فضا رو کنترل کنن. برای همین می‌بینیم که تو 6 ماه نخست سال 98 ناگهان اعتراضات کاهش پیدا میکنه. اما این اعتراضات از اون جایی که به نظر میرسه دوباره داشت، اون اعتراضات کارگری هم تو چند ماه گذشته دوباره اوج میگرفتش، این بودش که این خواستها برآورده نشد و در واقع معترضایی که ما میبینیم شاید بی ارتباط به کسانی نباشند که در واقع به نحوی ما قبلا ازشون به عنوان تهیدستان شهری یاد میکردیم، طبقات فرودست شهری، حاشیه نشینانی که در ایران آمارشون تا 15 میلیون نفر اعلام شده بود و این افراد امروز به خیابون اومدن. ضمن اینکه باید بگیم اون چیزی که قبلا به عنوان طبقه کارگر شناخته میشد، امروز خیلی از اقتصاددانان ایران میگن که این طبقه کارگر رشد پیدا کرده، بخشی از طبقه متوسط رو هم دیگه با اون باید خوند. برای همین در واقع میشه گفتش که نارضایتی در ایران به شدت زیاد شده، چنانچه یک نظرسنجی دولتی نشون داد بلافاصله تو بهمن سال 96 منتشرش کردن که میزان نارضایتی در ایران حدود 74% رسیده. ممنون از امید منتظری اینجا در استودیو. اما
علارغم اینکه اینترنت قطع هست در ایران، راه ارتباطی ما با شما قطع نیست. شما میتونید در ساعت هر ساعتی از شبانه روز که بخواید از طریق تلفنی که پایین برنامه میبینید با ما تماس بگیرید. در چند ساعت گذشته افراد زیادی از داخل ایران با ما تماس گرفتن، بخشی از صحبت های اونها رو بشنوید. در صورتی که تظاهرات گسترده مردم میهن ما ایران که با چند برابر کردن قیمت بنزین شروع شده به نتایج دلخواه مردم ستم دیده ایران منجر نشه، رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران قدم بعدی را که خروج از برجام است برمی‌داره که متاسفانه باعث میشه که تحریم‌های همه جانبه جهانی توسط سازمان ملل گلوی مردم ایران رو بیشتر فشار بده. عملکرد حکومت ایدئولوژی اختلاس با 1500 میلیارد دلار درآمد فروش نفت در 40 سال گذشته برای ملت ایران چه کرده است؟ 60 میلیون اعانه بگیر کمک مالی طبق آمار خود حکومت، خانواده های بیشماری سالیانه فقط 1 کیلو گوشت می توانند بخرند. بیکاری بیداد می کند. تحریم ها فقط 1 سال از شروع شده، بنابراین مشکلات شدید ادامه خواهد. قطع شدن اینترنت و دسترسی سخت به خبر از ایران، حس خانواده ای رو دارم که پدر خشن و لایعقلش در روشون بسته و افتاده به جونشون به کتک زدن و لطه پاره کردن. همسایه ها هم که به روی خودشون نمیارن. آتیش زدن بانک ها به خاطر اینکه بتونن بگن این پول ها رو مردم دزدیدن کار خودشونه و هیچ کس جز اینها نبوده. استاپ دادن ماشین ها در بزرگراه‌ها توسط پاسدارها و توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته. حضوراً یکی از دوستایی رو که دارم خودش میگه با باتون زدن روی ماشینم و ازم خواستن که وسط خیابون بایستن و راهبندو ایجاد کنم. وضعیت الان ایران شده یه زندان، یه زندان کامل. فرقی با دوران هیتلر نداره، فرقی با دوران آپارتاید نداره. چرا این کشور اروپایی همچنین تو زمان آپارتاید آفریقای جنوبی که ارتباطشون قطع کرده بودن نمیذاشتن تو المپیک شرکت کنه؟ الان ما آپارتاید جنسی داریم، آپارتاید مذهبی داریم، هر چی بهایی ها رو میکشن، سنی ها رو میکشن، به زن ها هیچ فرقی نمی کنه. علنی میگن یهودی ها باید از بین برن، اسرائیل باید از بین. چرا اروپایی ها سفیرشون رو نمیکشن بیرون؟ صدای تعدادی از مخاطبان مود از داخل ایران هم همزمان اعتراض هایی هم در خارج از ایران توسط ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. بسیاری از اونها در مقابل در شهرهای اروپایی، در مقابل سفارتخانه های ایران در این شهرها. تعدادی از مخاطبان مود برامون یه ویدیوهای مختلف فرستادن، ما اونها رو سرهم کردیم، یه ویدیوی درست کردیم با هم ببینیم. ارمنستان، شهر یروان، 29 آبان ماه، ایرانی های مقیم اینجا به خاطر وضعی که در ایران موجوده، نه اینترنتی هست، نه اخباری به دستمون میرسه، ناراضی هستن و نارضایتمون رو اعلام میکنیم از اینجا. اینجا سفارت ایران توی روم ایتالیا است. اینا پلیس های ایتالیا هستن که برای حمایت از ما اومدن. این خانم رفت داخل صحبت کرد، گفت لطفاً تشریف بیارین بیرون، به مردمتون جواب پس بدین، ولی هیچ کدومشون نیومدن بیرون. گفتم ما نمیایم بیرون، نمیتونیم، خبری نداریم از کشور. اگه میشه خبری نداشتین از کشور. 20 نوامبر اتریش، وین، جلوی سفارت ایران به نشانه اعتراض به سرکوب مردم. اروپا ایران ما ایم نه اونها. اروپا ایران ما ایم نه اونها. هموطن حمایتت میکنیم. ویدئویی بود که از اعتراض‌های خارج از کشور توسط در واقع مخاطبان ما برامون ارسال شد. اما وزارت دفاع اسرائیل میگوید نیمه شب گذشته به مواضع نیروهای قدس سپاه پاسداران و همچنین نیروهای ارتش سوریه در جنوب غرب دمشق حمله کردند. حملاتی که به گفته اسرائیل در پاسخ به راکت‌هایی بوده که سه‌شنبه شب از سوریه به سوی بلندی‌های جولان شلیک شده. نفیس کوهنورد همکارم اینجا در استودیو با ماست. نفیس، چه جزئیاتی می‌دونیم راجع به این حمله؟
مجید، حمله انقدر گسترده بوده که میشه گفت برای اولین بار رسانه دولتی سوریه مشخصا اعلام کرده که حملات سنگین بوده، برای اینکه بر اساس گزارشی که ارتش اسرائیل منتشر کرده حدود 20 موضع رو در اطراف دمشق هدف قرار دادن، از جمله انبارهای موشک‌های زمین به هوا و همچنین چند مقر فرماندهی که اسرائیل میگه مقر فرماندهی نیروهای قدس ایران و همچنین نیروهای شیعه تحت حمایتش بوده. برای اینکه به گفته همین گزارشی که از طرف وزارت دفاع اسرائیل اومده، حملاتی که انجام شده در روز سه‌شنبه علیه اسرائیل از طرف نیروهای شیعه تحت حمایت ایران بوده و نه مشخصا از ایران، اما به هر حال اعلام کرده وزیر دفاع جدید اسرائیل که اگر شما ما رو بزنین ما هم میزنیم، و مشخصا گفته پیام ما به رهبران ایران مشخصه، هیچ جا دیگه امنیت نخواهید داشت. و به نظر خب همون مدلیه که شمشیر رو عملا از رو بسته. 10 پدافند هوایی سوریه رو هم هدف قرار داده بعد از اینکه ظاهرا هواپیماهای اسرائیل رو هدف داشتن قرار میدادن. 16 نفر به گفته رسانه‌های منابع مخالف دولت سوریه کشته شدن، از جمله 7 خارجی که بعضی‌ها میگن ایرانی هستن اما ما نمیتونیم تایید بکنیم، اما رسانه دولتی سوریه فقط به 2 غیر نظامی کشته شده. اسرائیل در بسیاری موارد که این حمله‌ها رو انجام میده راجبش سکوت میکنه و صحبتی هم نمیکنه، اما این بار همونطور که خودت هم گفتی آمدن و گفتن که ما انجام دادیم. و دلیلش فکر می‌کنی چی باشه؟ دلیلش دست بازیه که الان دارن بر آسمان دمشق، و عملاً روسیه هم نشون داده که به هیچ وجه مانع این حرکات نیست، با اینکه وزارت دفاع روسیه محکوم کرده این حملات رو، اما با وجودی که پدافند هوایی روسیه اونجاست، نیروهای خیلی متخصص ارتش روسیه اونجا هستن، ما هیچ گونه جوابی تا الان در حملات گذشته هم ندیدیم از طرف روسیه صورت بگیره. علاوه بر اینکه گفته میشه حتی قبل از هر حمله اسرائیل به روسیه اطلاع میده که قرار مواضع ایران و نیروهای تحت کنترلش رو بزنن. ممنونم ازت نفیسه کوهنورد، همکارم اینجا در استودیو. وزارت داخله افغانستان میگوید افراد مسلح ناشناس وحید مژده، نویسنده و خبرنگار افغان را کشتند. آقای مژده که در دوران حکومت طالبان بر افغانستان از کارمندان ارشد وزارت خارجه بود، در سالهای اخیر به عنوان تحلیلگر و متخصص گروه‌های اسلامگرا فعالیت میکرد. وزارت داخله افغانستان گفته آقای مژده را 2 موتورسیکلت سوار مسلح در مرکز کابل کشتند. علی حسینی همکار ما از کابل با ماست. علی، ما خودمون هم بارها با آقای مژده در بی بی سی مصاحبه کرده بودیم، کمی از جزئیات این حمله بهمون بگو. خب حمله حوالی ساعت 5 بعد از ظهر وقت کابل صورت گرفته در یک منطقه نسبتاً پر رفت آمد در خیابانی که منتهی میشه به ساختمان پارلمان افغانستان. در همین خیابان چند اداره مهم دولتی افغانستان هم موقعیت داره. اطلاعات بیشتری در دست نیست جز این که 2 فرد موتورسیکل سوار به سمت آقای مژده شلیک کردن. در ابتدا خبرها حاکی از آن بود که آقای مژده زخمی شده، اما ساعتی بعد سخنگوی وزارت داخله نصرت رحیمی گفت که در این حمله آقای مژده جان خود از دست داده. یک بخش عمده از اطلاعات رسانه‌های افغانستان در رابطه با طالبان از مسیر و اطلاعات آقای مژده به دست می‌آمد. آقای مژده مشهور بود که اطلاعاتش در رابطه با طالبان بسیار دقیق است. 2 سال پیش هم وقتی ما از مسئولین ارشد طالبان پرسیدم که اطلاعات آقای مژده تا چه اندازه دقیق است، گفتن که صحت و تایید کردن که اطلاعات او دقیق است. و یک موضوع دیگر که قابل تأمل است این که در طی حدود یک ماه گذشته دست کم 4 مورد اینچنینی داریم، یعنی افرادی که دیدگاهشان نسبت به طالبان نزدیک است و همچنین مخالف حضور آمریکایی‌ها در افغانستان هستند، موارد مشابه یعنی تلاش شده به سمت آنها حمله شود، از جمله حسن حقیار حدود یک ماه پیش که نزدیک بود دیدگاهش با آقای مژده به سمتش حمله میشه و البته جان سالم به در میبره. در مجموع میشه گفت فعلا که اطلاعات آقای مژده، آن چیزی که در رسانه‌ها مشهور بوده و مردم نسبت داشته، که اطلاعات گسترده‌ای در رابطه با طالبان
طالبان داشته و در برخی موارد فضا را آماده می ساخته برای گفتگوی طالبان با دیگر گروه ها، با دیگر سمت ها. از جمله اینکه خود آقای مژده یک بار گفته بود که نمایندگی سازمان ملل متحد از او خواسته بود که برای برگزاری یک نشست در خارج از افغانستان با گروه طالبان وارد گفتگو بشه. او همچنین مسئولیت یک خبرگزاری را بر عهده داشت و زمانی هم سخنگوی یک جبهه سیاسی در افغانستان بود. ممنونم از عدلی علی حسینی همکارم از کابل با ما. برای دسترسی به آخرین اخبار سر بزنید به وبسایت ما. اگه دسترسی به اینترنت دارید، اگه ندارید، فیلتر شکن هایی رو روی صفحات تلگرام ما در اختیارتون گذاشتیم، شاید بتونید از اونها استفاده کنید و رد بشید از این سد بزرگی که دولت ایران فعلا براتون در واقع به وجود آورده. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایق دیگه باران عباسی همکارم با شما خواهد بود.